معاون گردشگری وزارتخانه میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی از تصویب سیمکارت گردشگری در کارگروه رفع مسادق مجرمانه دادستانی کل کشور خبر داد به گفته این مقام دولتی این تصمیم در جلسه بین وزارت میراث فرهنگی ارتباطات دادستانی و نیروی انتظامی گرفته شده عدم دسترسی به اینترنت آزاد و مشکلات ایجاد شده به واسطه فیلترینگ یکی از مواردی است که انتقاد کارشناسان و مردم رو در سالهای اخیر به دنبال داشته. جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته همواره در رسبه های بالای فهرست کشورهای سرکوبگر آزادی بیان بوده و با اعمال سانسور در رسانه ها و محدود کردن دسترسی آزاد شهروندان به اینترنت تلاش دارد تا کنترل کاملی بر جریان گردش اطلاعات داشته باشد. در حالی که بسیاری از صنایع و کسب و کارها از اعمال گسترده فیلترینگ آسیب دیدن علی از شالبافیان گفته که درخواست کرده بودیم فعالان گردشگری در اولویت این طرح قرار بگیرند و قرار شد فهرست دفتر خدمات مسافرتی مورد تایید رو ارائه کنیم تا امکان بهرهمندی از سیمکارت گردشگری برای اونها فراهم بشه شالبافیان تاکید کرده که در این مصوبه امکان بهره برداری گردشگران خارجی از این سیم ها وجود داره و با اون موافقت شده این مقام دولتی وعده داد که زمان بندی اجرای مرحله به مرحله این مصوبه در آینده مشخص خواهد شد و همین اساس اعلام شده که دفتر خدمات مسافرتی هتل ها راهنمایی گردشگری و گردشگران خارجی از سیمکارت گردشگری استفاده خواهند کرد در همین رابطه وزیر ارتباطات اسفن ماه سال 1401 از اجرای پروژه اینترنت طبقاتی با اختصاص سیمکارت های خاص به گردشگران خبر داد. ایسا زاره پور در آن زمان گفته بود که این اقدام با توجه به فیلتر بودن اینستاگرام و واتساپ برای استفاده راحتتر و بهتر گردشگران از اینترنت صورت می گیرد. زرقامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری هم در سال جاری تاکید کرده بود که باید حداقل خدمات گردشگری به گردشگران داده شود و سیمکارت بدون فیلتر یکی از همین خدمات حداقلی است ایده اینترنت طبقاتی در فروردین ماه 1400 با طرح دسترسی دانشجویان و خبرنگاران به یوتیوب بدون فیلتر مطرح شد و حتی دادستان کل کشور این خبر را تایید کرد و گفت که رفع فیلتر برای دستگاه ها در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تصویب شده طبقاتی کردن اینترنت در ایران در حالی است که بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران به واسطه فیلترینگ در حال زیاندهی هستند در همین رابطه سال گذشته و پس از تشدید فیلترینگ و اختلال در اینترنت به بهانه اعتراضات سراسری به مرگ مسا در بازش گشته شد اعلام شد که فیلترینگ از ابتدای مهر تا پایان دی ماهیانه حدود ده هزار میلیارد تومان به اقتصاد مردم ایران زیان زده رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال در آن زمان گفته بود با فرض اینکه اختلال در اینترنت اثر 25 درصدی بر اقتصاد دیجیتال گذاشته باشد زیان چهار ماه قطعی و اختلال اینترنت دست کم به بیش از 39 هزار میلیارد تومان خواهد رسید این در حالی است که محدودیت ایجاد شده باعث مهاجرت شرکت های بزرگ به کشورهای همسایه ایران شده. علی خامنه ای شش تیر ماه 1402 در دیده با قضات و کارکنان قوه قضایی بر مطالبه قدیمی خود مبنی بر محدودسازی و پالایش فضای مجازی تاکید کرد و خواستار برخورد قوه قضایی با کسانی شد که در فضای مجازی و غیر مجازی به انعکاس اخبار و رخدادهای جاری ایران میپردازند جمهوری اسلامی از ابتدای اعتراضات سراسری در ایران بسیاری از دستانه های اجتماعی و پیام های خارجی را فیلتر کرد که در میان آنها دو اپلیکیشن پرطرفدار واتساپ و اینستاگرام همچنان فیلتر هستند وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در اعتراض به بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج فارس و آمریکا در مورد جزایر سگانه ایرانی در خلیج فارس کاردار سفارت سوئیس حافظ منافع آمریکا در تهران رو احضار و موضع آمریکا رو در این بیانیه نسنجیده و تحریک آمیز به گزارش خبرگزاری فرانسه وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مرکب از عربستان، امارات متحده عربی، عمان، کویت، قطر و بحرین و آمریکا در بیانیه مشترک از موضع ایران در قبال جزایر تنب کوچک تنب بزرگ و ابو موسا انتقاد کردند. امضا کنندگان این بیانیه بر حمایت خود از مطالبه ای امارات مبنی بر حل مشارمتامیز اختلافات بر سر این جزایر از طریق مذاکره و رجوع به دیوان بینون دادگستری تاکید کردند. در واکنش به این بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با احضار کاردار سفارت سوئیس که حافظ منافع واشنگتن در ایران است موضع آمریکا را در این بیانیه تحریک آمیز خواند و محکوم کرد وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای که به همین مناسبت منتشر کرد دولت آمریکا را به قارت ثروت و منابع منطقه متهم کرد و افزود که دولت ایران مصمم به دفاع از تمامیت ارضی و حفظ امنیت و منافع خود در برابر هر گونه تهدید دولت آمریکاست. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که جزایر سگانه بخش جدایی ناپذیر از خاک ایران هستند و تهران هرگونه گونه ادعایی را در مورد آنها مداخله در امور داخلی خود میداند. سه جزیره به کوچک به بزرگ و ابو موسا که در محدوده تنگه راهبردی هرمز قرار دارند چندین ده است که مورد اختلاف میان امارات متحده عربی و ایران هستند. شورای همکاری خلیج فارس ایران را به اشغال غیرقانونی این جزایر از سال 1971 متهم می کند و ایران آنها را جزو لاینفک سرزمین خود دانسته و مالکیت این جزایر را غیرقابل مذاکره می داند. پیش از این موضع مشابه چین و روسیه متحدان مهم جمهوری اسلامی در حمایت از ادعای ارزی امارات در خصوص این جزایر اعتراض تهران را برانگیخته بود. خالصازی به حوزه علمیه هم رسید. حذف درس خارج فقه آخون سروش محلاتی از سیستم درسی حوزه علمیه قوم. همزمان با سال تحصیلی جدید حوزه درس خارج فقه آخون محمد سروش محلاتی از استادان حوزه علمیه قوم بعد از سی سال از سیستم درسی حوزه حذف شده. آخون سروش محلاتی گفته بنده برای اینکه در یک مسجد یا مدرسه یا حسینی تدریس داشته باشم من این ندارم ولی شما از امروز باید بدانید که این درس رو برای شما به حساب نمی آورند چون تدریس بنده مورد تایید حضرات نیست قاعدتا این محدودیت ها برای اظهار نظرهای انتقادی بنده در سخنرانی ها و مقالات است و به این وسیله میخوان طلاب رو به هر بدن تا کسی با این اشخاص ارتباط نداشته باشه سروش محلاتی دو وظیفه حوزویان طبق قرآن رو تفقه در دین و انظار انسان ها دانست و گفت برای امثال بنده امکان ندارد که اینجا بنشینم و بحث از کتاب القضا و موازین عادلانه رسیدگی به متهمان بکنیم ولی چشممان را بر اتفاقاتی که در زندانهای محاکم میافتد ببندیم.